حال اقتصاد ایران خوب نیست. این موضوع باعث تأثیر مستقیم بر بسیاری از اتفاقات دیگر در ایران می شود. یکی از نتایج وخیم شدن وضعیت اقتصادی در ایران کاهش نرخ،, نرخ, ازدواج و افزایش نرخ طلاق است. همکارم ماعده خاموش گزارش می دهد. سید قاسم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در جریان جلسه یه روز گذشته مجلس شورا طی اظهاراتی گفت اگر قانون مربوط به جمعیت به درستی اجرا شود اما نتیجه مورد نظر به دست نیاید در آن صورت ما زمان کافی برای افزایش جمعیت نداریم زیرا همان گونه که اشاره شد پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است وی افزود در سال 1390 تعداد ازدواج 874 هزار مورد بود که این رقم در سال 1400 سال به 570 هزار کاهش پیدا کرد. تعداد طلاق در سال 99 حدود 143 هزار مورد بود که در سال 1400 سال این عدد به 200 هزار افزایش یافت. نرخ باربری در سال 1390 یک و درصد بود که در سال 1400 نرخ باربری به یک درصد رسید. در این جلسه که گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و بهداشت و درمان درباره نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد او تاکید کرد موضوع فرهنگ مورد قبلت قرار گرفته است به گفته وی این اعداد نشان می دهد که ما بحرانی را در حوزه ازدواج طلاق و سالمندی پیش رو داریم که باید به آن توجه کنیم علت تمام این موضوعات را باید در سازی جستجو کرد با توجه به اعداد گفته شده ازدواج از 874 هزار مورد به 570 هزار رسیده که با کاسته شدن 304 هزار موردی نشان دهنده کاهش 35 درصدی ازدواج است همچنین طلاق از 143 هزار مورد با افزایش 57 هزار موردی به 20 هزار مورد رسیده که این هم نشانگر افزایش 40 درصدی جدایی ها در این ده سال اخیر است. مایده خاموش اخبار شیعه